پیش بینی این چنین حوادثی از چند هفته قبل متاسفانه ممکن نیست چون دقت مدل های هواشناسی در پیش های بیش از یک و دو هفته پایین میآید ولی به طور کلی این یک حادثه قابل پیش بینی بود چون اتفاقی که افتاد با چیزی که مدل های هواشناسی از یک هفته قبل نشون میدادند تطابق داشت برای سیل مدیریت سیل یک هفته زمان کمی نیست و شاید با مدیریت بهتر منطقه‌ای خسارات کمتری وارد میشه برای هر نوع بلای طبیعی از جمله سیل باید از قبل برای تخلیه و جابجایی مردم برنامه داشت برای مسدود کردن راه های خطرناک و همچنین یک طرفه کردن مسیرهای تخلیه باید از قبل برنامه مدون در اختیار مجریان و سازمان های مرتبط باشه چون قطعا یک هفته برای برنامه ریزی تخلیه در مقیاس بزرگ کافی نیست ولی برای اجرای مرحله به مرحله تخلیه بر اساس برنامه قبلی کافی است بدون برنامه از پیش تعیین شده متاسفانه باید شاهد تصاویر دردناکی از مردم گرفتار روی سقف خونه هاشون باشیم این سیل توسط سامانهای بسیار پرقدرت ایجاد شد که بارندگی شدید اون از حدود یک هفته قبل قابل پیش بینی بود حداقل مدل هواشناسی جی اف بارندگی بالاتر از 100 میلی متر رو در برخی نقاط غربی از ایران از حدود یک هفته قبل نشون میداد من هشدارهایی که پخش میشد رو مرتب دنبال میکردم به نظر میاد که خیلی از اونها واقعا جای تحمل داشت مثلا در حین بارندگی شدید هشدار می اومد که مثلا مردم غرب پل دختر و یا بالادست دست منطقه کوهتشت باید منازل خود را ترک کنند ولی هشدار توضیح نمیداد که این افراد باید کجا برن از کدوم راه مطمئن باید برن و کدوم ارگان جابجایی رو هماهنگ میکنه من در صحنه نبودم ولی با توجه به شواهد و تصاویر مخابره شده از خسارات و مردم گرفتار در سیل به نظر میاد که مدیریت بحران ما دچار بحران مدیریت جدی است